نمایی شگفت‌انگیز از غول بزرگ منظومه شمسی، سیاره مشتری. تلسکوپ فضایی جیمز وب پس از گرفتن نخستین تصویر خود از این سیاره که مدتی پیش به صورت آزمایشی و برای تنظیم ابزارهای علمی انجام شده بود، اکنون بار دیگر به سمت آن نشانه رفته و توانست جزئیات دقیقی را از برخی ویژگی‌های آن ثبت کند. مشتری از جوپیتر، پنجمین سیاره منظومه شمسی ما و یک غول گازی است. به دلیل جو فوق‌العاده غلیظ آن، هنوز هم بسیاری از بخش‌های درونیش به طور اسرارآمیزی ناشناخته مانده است. اما احتمالاً در زیر این لایه‌های تو در تو، جریان‌های بزرگی نیز در حال وقوع باشند. هر کدام از این خطوط رنگارنگ طوفان‌های گسترده‌ای هستند که جریان بادهای قدرتمند را نشان می‌دهند. همراه این جریان‌ها شرایط عجیبی از شدت دما و فشار بالا نیز در این سیاره وجود دارد و رویدادهای دیگری که همچنان ناشناخته باقی مانده‌اند. اما جدای همه اینها، مشتری هم به دلیل نیروی گسترده مغناطیسی خود دارای شفق‌های قطبی باشکوهی است. این عکس توسط دوربین فروسرخ نزدیک به نام نیرکم به همراه سه فیلتر رنگی در طیف فروسرخ توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب گرفته شده است. از آنجایی که داده‌های این تلسکوپ در بخشی از طیف فروسرخ گرفته می‌شود، پس برای درک مفهوم آن نیاز به پردازش علمی تصاویر و تبدیل آنها به طیف قابل رؤیت و مرئی است، به طوری که کوتاه‌ترین طول موج‌ها به رنگ آبی و بلندترین اونها به رنگ قرمز مشاهده می‌شود. این نمایی نزدیک و ترکیبی از چندین تصویر ثبت شده به وسیله جیمز وب از این سیاره شگفت‌انگیز است. حالا خوب به این عکس نگاه کنید. با کمی دقت جریان‌های سرخ رنگی را در کلاهک‌های قطب شمال و قطب جنوب سیاره مشتری می‌بینید. این توده‌های رنگارنگ همان شفق‌های قطبی هستند که به نام نورهای شمالی و جنوبی همچون آسمان زمین مناطق قطبی سیاره مشتری را نیز پوشاندند. دور تا دور سیاره مشتری لایه‌های متنوع رنگی قرار دارند که هر کدام نشانی از جریان‌هایی از طوفان‌های بسیار بسیار بزرگ در این سیاره هستند. در این تصویر لایه‌های مرتفع درخشان‌تر روشن دیده می‌شوند. مثلا لکه سرخ مشهور مشتری گردباد عظیمی با ابعادی که می‌تواند به راحتی زمین را در خودش ببلعد، در این تصویر به رنگ سفید دیده می‌شود. این نشان می‌دهد که در ارتفاعات بالایی از این منطقه ابرهایی بزرگ و ضخیم قرار گرفتند. البته در بخش‌های دیگری نیز گاهی این لکه‌ها و رگه‌های درخشان ظاهر می‌شوند که به نظر می‌رسد آنها نیز ابرهایی در ارتفاعی بسیار بالاتر از طوفان‌های همرفتی متراکم باشند. این درخشش اندکی در استوای مشتری هم وجود دارد که احتمالاً مقداری مه نیز در ارتفاعات این منطقه قرار گرفته است. در مقابل اگر به مناطق و لایه‌های بالا یا پایین سیاره نگاه کنیم، معمولاً این نوارها تیر رنگ هستند که ظاهراً این بخش‌ها پوشش ابری کمتری دارند. اکنون در تصویر دیگری از نمای میدان باز تلسکوپ جیمز وب به مشتری نگاه می‌کنیم. در اینجا حتی جزئیات اطراف هم به خوبی دیده می‌شوند. در سمت چپ تصویر یک نقطه درخشان می‌بینید
این یکی از اقمار سیاره مشتری به نام آمالتیا است که ظاهری سیب زمینی شکل دارد. اگر درست میانه فاصله مشتری تا این قمر را نگاه کنید، نقطه کم فروغ دیگری یعنی قمر کوچکتر سیاره مشتری به نام آدرستیا را نیز خواهید دید. و حالا اگر بیشتر دقت کنید، می توانید حلقه پنهان مشتری که درخششی میلیون ها بار کمتر از قرص سیاره را دارد را هم ببینید. از آنجایی که این تصاویر در طیف فروسرخ گرفته می شوند، به صورت خام برای پردازش علمی به مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی ارسال می شوند تا داده های علمی آنها استخراج گردد. ولی این عکس این بار توسط یک شهروند دانشمند به نام جودی اسمیت که علاقه من به پردازش این تصاویر است، پردازش علمی شده است. اگر موافق باشید یک بار دیگر به این عکس نگاه کنید. به نظر شما چیزی از جزئیات رو فراموش نکردیم؟ بیشتر دقت کنید. در بخش‌های پایینی سیاره مشتری توده‌های مه‌آلود کم فروغ دیده می‌شوند که احتمالاً کهکشان‌های دوردستی هستند که هیچ ارتباطی با سیاره مشتری ندارند و هر کدامشان میلیون‌ها سال نوری از ما فاصله دارند. آنها تنها به دلیل توانایی زیاد و وضوح بالای تلسکوپ فضایی جیمز وب کاملا به صورت اتفاقی در این عکس ثبت شدند.